بچه‌ت رو درست تربیت کنی، بعد بنداز وسط فاضلاب تمیز بده. این شیعیانی که توی فرانسه هستن، اینا تلویزیونشون تلویزیون جمهوری اسلامیه، صحنه‌هایی که تو خیابون میبینن همه محجبه و چیزن. چطور اینطور مونده؟ بارها تو سخنرانیم گفتم، چون خودم تکون دادم. یکی از همین مسلمان شده‌هاشون زنگ زد به من، گفتش که من صاحبکارم فهمیده مسلمان شدم، عمدن از قبل از نماز ظهر تا بعد از نماز مغرب من یه کاری میکنم نتونم نماز بخونم. گفته اجازه نداری جایی بری. بعد گفتم فکر کردم زنگ زدم من بپرسم که مثلا میتونه نمازشو قضا کنه یا نه. می‌خواستم بگم که حالا از یه فقیهی از یه نفر من اینو باید بپرسم. من مرجع تقلید نیست، سوالات شرعی هم نمیتونم جواب بدم. گفت نه. گفت چی؟ گفت من دستشویی میتونم برم. پشت همین توالت فرنگی نایلون قایم کردم. میرم تو دستشویی نایلونو پهن میکنم، نماز میخونم. من سوالم اینه تو دستشویی دارم این نماز رو میخونم و رعایت هم میکنم روش نجس نشه تو جمعش. مثلا بهت زدم بخشی. خب این چطوری تربیت شده که وسط اونا از نمازش نمیگذره بعد اینجا بچه رو بکشی بر نماز بخونی؟ درسته واسه تربیت نمیکنیم بچه رو، خودو ولش میکنیم تو بچه‌ها واسه خودشون تربیت شد. دروغ بده بابا جون، جلوی بچه 500 تا دروغ داره میگه صبح تا شب. دروغ برخورده غلط با همسایه، تو ماشین آشغال ننداز بنداز بیرون، پدر سوختگی را بچه داره یاد میده. بچه ضمیرش پاکه، همین بچه‌ها رو میگن همیار پلیس بابای پدراشونو در میارن. بابا نکن این کارو، بابا خلاف اینم چیز تربیت نگم. من انتظار دارم خودم بی تربیت این بچه تربیت بشه. هر آنچه که خودش نداشته دوست داره بچه‌اش داشته باشه. نمیشه. تربیت عملی حرفی نیست آقا، میبینه یاد میگیره. توهین تو رو به مردم داره میبینه. یه رانندگی داره میکنه 60 نفر فحش میدی. راه ندادن تو رو به مردم داره میبینه. اگر تو درست با این برخورد کنی، این پدر من به مردم احترام میذاره، چه مسلمان چقدر مهربون، چقدر اسلام خوبه. بعد شوهر خالم اینطوری داره با خالم دعوا میکنه، نمازم نمیخونه ها، بابای من که نماز میخونه چقدر مهربونه.